با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا، خدمت شما هستم. یک پیش درآمدی است در مورد صحبت که من در مورد آقای محمود قربانی خواهم کرد و هنرمندان و بعضی از هنرمندان. آقای قربانی، شما خودت میدونی چقدر بزرگی، چه عظمتی داری، چه کارهایی رو کردی. ما به مسئله خصوصی شما هیچ کار نداریم، شما هیچی نمیدونی مسئله خصوصی. بعضی از چیزایی میگه ولی من اصلا توجه نمی کنم. من اونی که در حال حاضر میبینم، عمل کرد و میسنجم حرف میزنم. من شما قبلا کلیپ من ندیدید. من خارج از کشور زیاد من نمیشناسم. داخل کشور چرا؟ من دو دوره کارآفرین بودم، فلان بودم، بیسار بودم و ایران خوب من میشناسم. کلیپام خوب دیده میشه. با آدم بزرگ در دنیا زیاد نشستم آقای محمود خان قربانی. من با خانواده تاتا نشستم تو هند، با حسین آرانا نشستم، خیلی دیگه شدم. خیلی از شیوخ عرب من مشاورشون بودم. چند تا شرکت بزرگ اروپایی من مشاورشون بودم و خدمت شما عرض کنم که من با آقای هلموت کوز دیدار داشتم، با هلموت اشید سردازم قبل پیشی که فوت کرد دیدار داشتم و خیلی ها. و اینو میخوام بهتون بگم که شما آدم بزرگی هستی و من آدم بزرگ دوست دارم. میخوام از شما رمز موفقیت شو بدونم، بپرسم. ولی شما صادقانه در همه چی رو میگی. در نتیجه من میخوام دو تا صحبت با شما بکنم و بعد ادامه داره این قصه ها. یعنی که کلیپ با شما ادامه داره. من برای شما پیغام زیاد گذاشتم که شما رو گفتم تماس بگیرید، شما رو پاک گوشت نوشتم. از طریق یه دوستان تو لس آنجلس براتون پیغام دادم، خلاصه نشد. توفیق نشد با تلفن صحبت قبل از گذاشتن این کلیپ. من همیشه حرفام با مثال میزنم آقای قربانی. البته اینو میخوام بگم دوستان عزیز، طرف سوادن شما هم هستید، چون به در شما میخواد تو زندگی تو کارت همش رو درتون میخوره. که از معضلات بزرگ جامعه ما و جواب بشری همین مسئله رو عنوان میکنم. این مختص آقای قربانی نیست، مختص هم است. 24 سال قبل بود یکی از دوستان زنگ زد، خیلی بهش احترام قائلم، گفت فلانی. گفتم چی؟ گفت واسه دختر من خواستگاری اومده و من گفتم که شما باید ببینیش. گفتم مبارک. من رفتم مشهد و خلاصه با دختر صحبت کردم. گفت آقای محمدی خیلی آدم خود ساخته و کار درستیه. گفتم دوستش داری؟ گفت نه، میخوام بهت بگم که زندگیش واسه من گفته خیلی جالبه. این آقا پسر 8 سالش بوده که پدرش زن میگیره، نامادری اینو میاره مشهد حرم، تو اونجا ولش میکنه و میره و این به توری آقای جوشکاری میخوره. در سطح ندم میره تو جوشکاری شروع کارکش، اما همونجا میخوابیده. در همونجا درس میخونه، چیش ابتدایی میگیره، سیکل میگیره، دیپلم میگیره، لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره و الان یک دبیر ریاضی موفق هست. گفت خیلی خود ساخته است و دیدم خیلی راست میگه، همه چیش درسته، این هم که میگه این حقیقت. اما بهش گفتم آقای قربانی توجه کن مسئله اینجاست، خانم گوشم تقصیر نداره، خیلی تقصیر ندارن چون شرایط ایجاب کرده. گفتم ببین دختر خوب، این آدم خود ساخته است، آدمی است که خواستن توانستن رو صرف کرده و میتونه، اما این بشر به درد زندگی با تو نمیخوره. جا خود گفت چرا؟ گفتم بیا علت که این سر سفره پدر مادر بزرگ نشده. وقتی که سر سفره پدر مادر بزرگ نشه، خانواده نمیدونه چیه، ارزشا نمیدونه چیه، همونی که میبینه است، همون ظاهر بینی که هسته. نصیحت مادر تو گوشش نبوده، نصیحت پدر تو گوشش نبوده. و اگر تو زندگی با این زندگی شروع کنی، بهت بگم، جهت اطلاع بگم، برخوردهایی کرد که خارج از عرف و تصورت بود با تحمل کنی، چون این نمیدونه. من خود شخص محمدی، من 6 سال بود پدرم فوت کرد. بعدن که بچه دار شدم اینها، به بچه هم میگوتن چرخه بود، بچه ببینید من پدر رو سرم نبوده، بلد نیستم چی با شما رفتار کنم، هر جا اشتباه کردم من رو بکشید کنار، بگید پدر جون اینجا بابای دیگه این کار رو بکنه، این کار رو بکنه، من خود حواسم رو جمع کنم، یاد بگیرم درست برخورد کنم. پس آقای قربانی عزیز، خانم گوشتی قصه تقصیر نداشته، خود زندگیشو میدونی، خودش هم زندگیشو گفته، شهامت داشته گفته. یه جمله خیلی قشنگ اینجاست، براتون بخونم اینو. چون آقای قربانی هم این خصلت داره، خانم گوش هم این خصلت داره. وقتی بتوانید سرگذشت خود را بدون اینکه متأثر شوید تعریف کنید، این یعنی از آنچه که بر شما گذشته التیام یافته اید.
آقای قربانی، من شما رو دوست دارم، شما آدم بزرگی هستید، تو خیلی دوست دارم از این ببینمتون، نمیخوام هرس بخورید، یک مسئله بوده تماشا پیکاش. ایشون به این خصلت و این خصوصیت عادت داشته، توان اون ماه اثر چند ماه بردن اروپا و اینا رو نداشته، هضم نمیتونسته بکنه. خودت آقای قربانی میدونی 99 دست افرادی قبل از توطئه ننگین از ایران رفتن خارج شد، رفتن کشور خارجی، تو فرودگاه رسیدن اول گریه کردن. چراشو نمیدونم. میخوام اینو بهتون بگم که شما توقعش نداشته باشید. شما توی خانواده بزرگ شدید یه جور، ایشون هم یه جور بزرگ شده. این بحث فرهنگی است اینجا. نه ایشون تقصیر داره نه شما تقصیر دارید. همین بوده. و بعدش هم دیدین چند تا ازدواج دیگه داشتن ایشون. ولی پذیرفته. شاید اشکار کار ندونه کجاست. اما شهامت و شجاعتی داره که عنوان کنه. شما هم کارو میکنید. یه پسر دارید، قدرشو بدونید و زندگیتونو بکنید. وقتی با شما مصاحبه می‌کردم با خانم گوش گفتش که من هدیه بزرگ از آقای قربانی دارم، اونم پسرم کامبیز هست. این توقع نباشه داشته شما از کسی که یه وزنه 30 کیلویی میزه توقع نباشه داشته 300 کیلو نداشته باشه. آقای قربانی نمیتونه، نمیدونه، واقعا نمیدونه. و مسئله بعدی، ما یکی از خائن ترین، پلید ترین، کثیف ترین انسان های جامعه هنری ایران آقای داریوش هست. اکثر افرادی هم این طرف داریوش هستن از صداش خوش رو میاد، نمیدونم داریوش چی میگه، اما داریوش شما آفتاب و دلیل آفتاب. شما برایش تو خاطراتون گفتید که وقتی فیلم چیز میساج مواد مخدر میساختید بادام های تلخ، داریوش وسط کار ورکر رفت. چرا ورکر رفت؟ فکر کردی تار چرا ورکر رفت؟ اون بحث نمیدونم خاطر خواهیش و بحث نمیدونم خانم شهره و بحث اونا همش هم حرف مفته. نه، ایشون از زمانی که وارد ایران، از زمانی که ایران شده بخوندن تحت تاثیر و تحت حکومت مواد مخدر بود، گروه مواد مخدر تو ایران بود. ایشون میامد دوست اینجوری میخوند، بچه همونجا حرف میزد، بچه هم میگفت سال 2000 سقوط میشه که شعرش هم خیلی جالبه. بعد میگفت حالا تن چه سال زیر خاک ببریم. قبل از این توطئه ننگین 50 آقای قربانی 90% کسی که معتاد شده تقصیرش داریوش بود، مقصر داریوش بود. چون اونا که سناریو براش می‌نوشتن بلد بودن چیکار بکنن. بعد از توطئه ننگین هم داره چی میخونه؟ هر چی که میخونه بره حکومت میخونه، پول میگیره میخونه، براش فرقی نمیکنه، یه فاحشه هنریه. پس شماش پرابار میدادی، خب چوبشو خوردی. ولی این جواب سوالت رو میخوام بدم برای گندم چیزای تلخ، بادامای تلخ، به خاطر اینکه شما داشتی شاهکار میکردی به ماد مخدر. ولی این وقتی فهمید و گفت ارباباش گفتن میای بیرون یا میکشمت. مافیای مواد مخدر به داریوش گفته یا با ما یا در مقابل مایی، کدوم یکیش؟ داریوش آدم ترسو بزدل، یه آدم منفی، چه ضعفی دست داره من نمیدونم، ولی هر چی اونا گفتن عمل کرد. شما 800 میلیون تومان زمان خرج کردی برو خودت، یا 80 میلیون، 80 میلیون چقدر خرج کردی؟ ولی این اومد بیرون چون میترسید، چون باید مواد مخدر به نفع ترک مواد مخدر گوشه کنار نباید فیلم ساخته بشه. تمام فیلم سینمایی قبل از توطئه ننگین یاد از سیگار میکشیدن. 99 درصد افرادی معتاد میشن آقای قربانی از سیگار شروع میشه. فردین سیگار میکشید، تبلیغ سیگار میکرد تو فیلم ها، به هنرپیشه یا به کارگردان یا به تهیه‌کننده پولی میدادن که سیگار بکشن جز برنامه باشه. کدوم فیلم بود که سیگار توش نبود؟ خود داریوش یادتونه بازی اون فیلم ها که در آوردن. پس شما نباید از داریوش گله من باشی، چون یک مزدوره، یک خائنه. یک شعر تو این مدت تو این ترانه ساخته، یک ترانه شش داره همش از مرگ و غمگینی و حرفا میگه. من چند تا بیت شعر چیز رو میخونم براتون، 2000 براتون میخونم. بین از اون اولش چی میگه دوستان، اون هم که طرفدار داریوش هستن بهتون بگم. من میدونم شما معنی شعراش رو نمیفهمی، نمیدونید هدفش، نمیدونید چه هدف چه هدف کجا داره میزنه. فقط نابودی شماست، برای شکنگرد شماست. و به منم ارتباط دارم، میخوام گوش و شعراش نکنید، هیچ ارتباط من نداره، من اون چیزی که لازم میگم خدمتتون. سال سقوط، سال فرار، سال گریز انتظار، سال 2000 داره میگه، یعنی چند سال قبلش خونده. یعنی ناامیدی، یأس برای آینده کامل تو مغز جوانا فرو میکرده. اون هم میشه سمسی و آقشم سال سقوط، سال فرار، نخیر. سال سقوط، سال فرار، سال گریز انتظار، فصل شکستن فلز،
سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج ذهن، اندیشه‌ای، تفسیر صفر. تو دهن ماشین های سرد معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه، یعنی به درد و بی علاج. یه درد بی علاج، یه درد بی علاج. خودتی داریوش. سال به بن‌بست رسیدن، پنجه به دیوار کشیدن، از معنویت ها گم شدن، تن به غریزه بخشیدن. قبیله یعنی یه نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. سال سقوط، سال فراز، سال گریز انتظار، پاییز تلخ و بیبهار. خیلی جالبه نه؟ ببین شعر چه روش کار شده. من متاسفم آقای اردناس، سرافراز اردناس چی اسمش، این شعر رو گفته نمیدونم. چطور این شاعری شعر رو میگه من نمیدونم، چقدر گرفته گفته من نمیدونم، ولی خون و گناه تم تک تک افراد موسیقی گرده شما هاست. تو که این شعر اینجوری مینویسی آقای اسمش هم خوب نمیدونم، اردناس سرافراز، سرفراز یا سرافراز، شما در این جنایت شریکید. چقدر قبل از انقلاب معتاد کردن، تمام هدفی بود که جوانی را معتاد کنند، وظیفه اینا خوب بود معتاد کنند. چرا در هند معتاد نیست؟ چون اقتصاد نیست، فقط این ناسا میندازن و سلام تمام. بیایید وقتی شعر میخواید بگید انسانیت زیر پا نذارید، شرم زیر پا نذارید. اینه که شما هیچ آقای سرفراز خیر نخواهید دید تو زندگی. دوروش از تو بدتر، دوروش هر چی که بهش میگن اول میگه نه، بعد از ارباباش بپرسه. شما خوب اشاره کردی آقای قربانی کلیپت، که من نمیدونم این سردخاش دست کیه. بله باید دست کسی باشه، باید دست کسایی باشه که این کارا رو میکنن. یا مثلا اون خواننده که میاد تو این همه بلبشو بکش بکش همه چی آرومه فلان، کثافت نجاست، وزارت اطلاعات رو میفرسته پولم بد میده. با این حرفا من میدونم به هیچ جایی نمیرسیدید، نمیرسن و نمیرسیدید. ولی من قصه قصاب رو تعریف کردم، آقا قرآنی باید تعریف میکنم، امثال خانم ایکس و آقای ایگرگ و ای خواننده و اینها، اینا این حکایت این قصه است. قصه رو میگم تماشا میکنم، بعد کلیپ بعدی که من بذارم، وقتی کلیپ برام میذارم میذارم دوستان تمام گند کار دادگاه رو بعد درآوردم براتون میگم، یه شاهکار خیلی بامزه. جالبه که خانم مسیح علی نژاد کارگردان اینها بوده، پشت پرده اینها بوده. خیلی جالبه نه؟ بعد خواهم گفت. آقای قربانی شخصی از یک قصابی گوش میخرید، 15 سال مشتریش بود. بعد از 15 سال میخواست بره بیرون، زنش گفت مرد گوشت بخر بیا مهمان داریم، گوشت خوب قصاب رو بده. این آره به قصاب گفت که من گوشت خوب میخوام، مهمان رو چشم. گوشت رو کشید و داد بهش، پول شیگه رفت خونه. گذاشت جلو زنش. زنش گوشت رو نگاه کرد. گفت مردی آشغالا چه تو آوردی؟ از کی خریدی باید قصاب خود بگو؟ گفت بی شرف. من یه مشتری تو بودم. چی آشغال باید دادی؟ اینا مسواش پیش قصاب پرت کرد روی پیش خونش. گفت چرا پرت میکنی؟ گفت مردم من 15 تا مشتری تو هم زرون دادم، مهمان دارم. و حضرت گفتم گوش خوب به من بدی. قصاب شروع کرد به خندیدن، گوشه رو جمع کرد. گفت چرا میخندی؟ گفت صادقانه بهت بگم من 15 تا آشغال گوش میدادم، امروز گوش خوب دادم. چون با آشغال خوری عادت کردی، گوشت خوب تشخیص ندادی. آقای قربانی یه ده با آشغال خوری عادت کردن، تو نمیتونی از آشغال خوری درشون بیرون. از پایه این بودن. و ازت خواهش میکنم هرس نخور، جوش نزن، خدا نگه تا باید نیفته. تو یک سرمایه هستی، تو باید دانشگاه تدریس و خود دی دانشگاه هستی. به خصوص مسائل این جریان ننگینی که اتفاقات برای شما برای زندان به اعدام، شما با خیلی از بزرگات تو زندان هم بند بودی، باید صحبت کنی، نباید هرسی این اونو بخوری. تموم شد پیکارش. ازت خواهش میکنم بنان یه ایرانی، بنان ایرانی که واقعا ارزش های تو رو میدونه، انسان بزرگی هستی، قد خودتی بدون. اصلا این مسئله از ذهن پاک میریز دور، تموم شد. اونم بدبخت شد، خودت میدونی اون چه خوشبخت نمیشه هرگز، نخواد، چون نمیدونه زندگی چی میخواد، چون مربی و معلم نداشته. تو خاطراتش میخونه دیگه، خود زندگی تعریف برای شما خود شد. من نمیخوام باز کنم خیلی مسئله. ممنون توجه دوستان. میخوام از این صحبت کردم دوستان تجربه بگیرن که هر شعری که خواننده ها میخونه عکسش خوش اومد، صداش خوش میاد، اشکال نداره، ولی متن چه توجه چی داره میگه؟ داره در بعض ناامیدی در ناخودآگاه شما میکاره. بعد میخوای کار اول کن بابا، من که سال 2000 میخوام برم ببینم فلان بشم، بچا می تنا چرا زیر خاک سالم ببرم، بذار کرما بخورم،
بعد میره دنبال چیزایی که همش توش ناامیدی و یأس و بدبختی و فلاکت توش هست، فلاکت توش هست، فلاکت توش هست. کلیپ بعدی دوستان، کلیپ قشنگی. خدا نگهدارتون.